کورش سلام. درود کورش جان. درود بر شما. صدا میاد؟ بله بله صدا تو داریم. تصویرتون درود بر شما عزیزان دلم. من میخوام تصویرم پخش نشه چون داخل کشور عزیزانم هستن. دوربینتو خاموش کن. دوربینتو خاموش کنم. بی خاموش کنم. بذار روی لوگو استاپ کمم. آره خاموش شد. بله بله دیگه تصویرت هم دیده نمیشه. ببخشید شما جای پسرای من هستید. ما پیروپاتالا این چیزا رو زیاد سر در نمیاریم. عرضم به حضورتون من میخوام تو 3 دقیقه مطالبم رو جمع و جور کنم خدمتتون، برای همین چون به دیگران هم وقت برسه. عرضم به حضورتون ببینید عزیزان من، اگر خط سیر، من ادیان میگم به اینا میگم فرقه، خط سیر فرقه های ابراهیمی رو شما چیز، چون ببین من شوخ دارم یه چیزی رو اول بگم، من آخوند بودم بعد آدم شدم. عرضم به حضورتون که اگر شما، من قرآن رو شوخ دارم، عهد عتیق، عهد جدید، اوستا، گاتاها، اینا رو تمام زیر رو کردم. شما خط سیر فرقه های ابراهیمی رو اگه در نظر بگیرید، یهودیت تقریبا 2000 خورده سال بعد از بهدینی یا زرتشتیت برای چه وجود اومد؟ من به مباحث استاد رضا حاضلی ارجاعتون میدم، من از مباحث ایشون هم استفاده کردم، از مباحثی که ایشون مطرح میکنه من جاهای دیگه هم بررسی کردم. اینو اگه شما در نظر بگیرید، چرا اینا به وجود اومدن، توسط چه اقوامی به وجود اومدن؟ من اصلا بحث نژاد پرستی نمی کنم. نژاد سام در مقابل نژاد آریایی همیشه احساس حقارت میکرد و این احساس حقارتشو با جعل و ساختن یهودیت شروع کرد، بعد اومد تو مسیحیت، بعد اومد اسلام. بعد شما خط سیر اینها رو ببین، همین خط سیر در کمونیسم هم وجود داره. شما ببینید 2 تا دستور داره محمد، این 2 تا دستور اصل و اساس. من صدا میاد عزیزان؟ بله 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 میاد، ولی من خیلی فکر کنم از تاریخی، بله ولی از تاریخی من فکر نکنم من درست بشه کورش. حالا شما، من چیزای زیادی دارم تو می نویسم براتون منابعشو. 2 تا دستور داره محمد، این 2 تا دستور اصل و اساسه، خود محمد بوده، خلفای راشدین، امویان، عباسیان، بعدش صفویه، بعد الانم تو جمهوری اسلامی و طالبان داره اجرا میشه. اون 2 تا دستورش چیه؟ الغایات تبرر المبادی، یعنی نتایج مجاز میکنه شما رو که به هر کاری دست بزنید. این دستور اولش که همون هدف وسیله رو توجیه میکنه کمونیست است یا کمونیسمه که از ماکیاول میگیره. یکم نصر تو به رعب، یعنی من یاری شدم به وسیله وحشت آفرین توحش. این 2 تا اصل شما در سیر تاریخ یهودیت، مسیحیت و اسلام میبینید. مسیحیت این یه مطلب رو جدا داره از یهودیت و اسلام. من سریع الان جمع جور میکنم چون نمیخوام زیاد وقت بگیرم. تو یهودیت نژاد پرستی به شدیدترین وجهش وجود داره، در اسلام هم نژاد پرستی به شدیدترین وجهش وجود داره. زیادت یک نژاد پرستی صرف و عیان و آشکاره که بهش نمیپردازه. این یه مطلب بود خدمتتون می‌خواستم بگم. یه مطلب هستش که در رابطه مستقیم با موضوع برنامه‌تونه. آقای سروش دیروز یه سخنرانی داشته. ببینید سخنرانی من عنوانش چیه؟ عنوان سخنرانیش اینه: اگر استبداد دینی وجود دارد، پس دموکراسی دینی هم وجود دارد. من فکر می‌کنم این سرآغاز یک فتنه جدید اینهاست، برای اینکه بتونن یه مطلبی رو جا بندازن که اسلام دموکراسی داره، در صورتی که یک مغلطه است. شما ببینید استبداد، دیکتاتوری، دموکراسی، عدالت، اینها مفاهیم خارج از ادیان و مذاهب و مکاتب، نه داخل اینها. یعنی اینها تو خود اصول فقه بحث میشه. حالا نمیدونم با مباحث اصول فقه رو آشنایی داشته باشید نه، تو اونجا بحث میشه. جز کوتاه‌تر اگه میشه اینا جزو مستقلات عقلی هم. من فکر کنم این مطلب رو شما باید بهش بپردازید که آقای سروش داره یه مطلبی رو شروع میکنه جا بندازه که بسیار خطرناکه. من
بسیار از شما متشکرم که من آوردید بالا. بیا مثلا بگم و خلاص. ببینید شما آهن رو با پنبه نمیتونید، شما آهن رو با پنبه نمیتونید از بین ببرید، خشونت رو با مهر و محبت هم نمیشه از بین ببرید، بعضی موقع لازم. قربون شما برم، قربون شما برم، خداحافظ شما. ممنون. فقط من یه نکته بگم در مورد من سریع جواب بگو، سریع بگو. من یه نکته فقط در مورد آقای سروش میخوام بگم، در مورد آقای سروش که میفهمیم به امثال مثل ایشون، فقط کوتاه بگم آرمین، اینا یک اسلام من میخوام جواب کوروش بدم. بفرما. ربطی با صحبت کوروش داره یا نداره؟ داره یا نداره؟ آره دیگه، همون آقای سروش رو دارم مثال میزنم دیگه، اس بردن دیگه. آره. عرض کنم که ایشون یک نوعی از اسلامو دارن معرفی میکنن که بسیاری از مسلمان ها اسلامیون اصلا قبولش ندارن اونو. اصلا بگه چیزی هم که دارن عنوان میکنن دیگه یه جورایی اصلا اسلام نیست. فکر نمیکنم خطر آنچنانی داشته باشه، علاوه بر اینکه توی کلاب هاوس هم بارها با خود ایشون هم مناظره شده، صحبت شده و ایشون عملا به نظر من چیزی برای اضافه کردن یا گفتن نداشتن. این چیزا دیروز مطرح شده ها. نه دیگه کورش، زن رو تمام بشید لطفا. ببینین، اولا که با آهن و پنبه اصلا از لازم منطقه اگه بخواین شما بیان نتیجه گیری بکنین که چی کار میکنه، چون آهن و پنبه نمی بره، پس معنیش اینه که محبت با خشونتگرایی روش جواب نمیده. این روش های نتیجه گیری به هیچ جا شما رو نمیرسونه، اینا شعره. خب چون آهن پنبه آهن رو نمیبره، ما بیام از این نتیجه گیری بکنیم که پس با محبت نمیتونیم جلوی خشونتگرایی بگیریم. آخه این چه روش استدلاله؟ خب آهن و پنبه کجا؟ خیلی میگم خیلی سپاسگزارم که نه صحبت های منو شعر خوندید. خب بفرمایید کوروش، اگه میشه وسط حرف من نپرید لطفا. میشه من گذاشتم شما حرفتون تموم بشه. باش بفرمایید. خب ببین، ما داریم درباره عقیده و مبارزه با عقیده و این، حالا ببین کوروش، من ببخشید به شما اهانت نشه، این به همه خیلی اینا استفاده میکنن، شما من نگی به شما اهانت شه. خب این روشای صحبت کردن به طور کلی اینا من بهش میگم شعر. خب یعنی چیزهایی هست که صحبتایی میشه، اینا تا اکثر خیلی از ایرانی‌ها اینجوری صحبت میکنن. خب حرفایی زده میشه، دلیل اینه که به نظر زیبا میاد، به نظر میاد که منطقیه، ولی چون شاعرانه است، چون از یه تمثیلای استفاده میشه، بعضی فکر میکنن خب پس واقعیت داره. یه دلیلم که خیلی از ایرانی اینجوری فکر میکنن به خاطر اینکه حافظ میخونن، یعنی سعدی میخونن، میگن که مثلا شاعرها میان میگن که این مثلا دوستا مثل شیرینی ان، اینا مثل مگسن، پس این چون شبیه اونه پس اینم درسته. این روش های استدلال منطقی نیست. خب ما آهن و پنبه با چیزایی که تو مبارزه با تفکر جواب میده فرق داره. ما به جای اینکه بیایم از شعر استفاده بکنیم، از تمثیل این استفاده کنیم، باید بیایم از سند و منطق و آمار و این استفاده کنیم که ببینیم چه چیزای کار داره. این حرف شما کاملا غلطه. شما ما دیدیم که بهترین روش رواج دادن عقاید خوب با خشونتگرایی نیست، نبوده. خب شما بیاین نگاه کنید کسایی که سعی کردن سکولاریزم و عقاید عصر روشنگری و چه میدونم آزادی بیان و اینا به زور خواستن از بالا به پایین به مردمشون بقبولونن، ببینید چه نتیجه هایی داده. همین اخیران هم تو افغانستان ما دیدیم، سعی کردن به زور از بالا به پایین آمریکا سعی کرد بیاد توی افغانستان سکولاریزم و حقوق زنان و اینا رو یه جوری بچپونه توی کشور مثل افغانستان. این چیزها رو ما باید از پایین به بالا باید بیم تبلیغ بکنیم به طور دوستانه، به طور صلح‌آمیز. از پایین به بالا شما اگه پایه رو درست نکنید هیچ چیزی رو نمیتونین از بالا با زور سیاست برین. شما مثلا اگه براندازی بخواید بکنین توی کشور، حکومت رو عوض بکنین، از پایه اگه کشور رو عوض نکرده باشین، اگه عقاید مردم رو به صورت دوستانه عوض نکردین، شما بالا هر چی رو عوض بکنین دوباره همون میشه. خب ما اینو براش داریم، اینو تو تاریخ به اندازه کافی ما مدرک داریم. شما حالا چقدر بخواید برین آهن و پنبه صحبت بکنین، این حرف اینا همش بازم من میگم اینا شعر. یکی همین که ببینید این چیزایی که تو تاریخ مثال زدین، خیلی من دیدم بعضی که میرن تاریخ میخونن، مثل کسایی که مثلا توهم تئوریای توطئه دارن، یه سری چیزایی رو میبینن، اینا رو همینجوری به هم وصل میکنن،
یه روندی پیدا میکنن که روند تاریخی نیست. خب خیلی خیلی فیلسوفای خیلی باوشتر از من و شما هم این کارا رو کردن، مثل هیگل خیلی معروف ترین کسی که این کارا رو کرده. این روش هم این چیزا هم جواب نمیده. ما نمیتونیم بیان بگیم ای اینا این کارو کردن بعدم این کارو کردن پس این به این وصل میشه این به این وصل میشه. من یه روندی دارم میبینم. بهتره اگه شما میخواین از تاریخ نتیجه ببینین که چه درسی میتونین از تاریخ بگیرین، به جای اینکه فقط ببینین چه اتفاقای افتاده، ببینین تحلیل تاریخ شناسایی که واقعا اعتباری دارن توی تاریخ و اینا، برید مطالعه بکنید. منم مشکلی که دارم با کسایی که تو ایران مثلا فقط اتفاقات تو تاریخ رو میخونن، مشکل اینه که استعداد این که بیان نتیجه گیری درست بکنن ازشون ندارن. تحلیل کسایی که واقعا تاریخ شناس هستن و اعتبار دارن، برید اون تحلیلا رو بخونید. خود تحلیلای کسایی که استعداد، مثلا من خودم به خودم هیچ وقت اعتماد نمیکنم که بیام خودم تحلیل بکنم. این خودش مدرک لازم داره. این کسایی هستن که تمام عمرشون مطالعه تاریخ کردن، تحلیلاشون رو کلی کسای دیگه اومدن آنالیز کردن، سبک و سنگین کردن، اومدن گفتن نه این غلطه، بعد روی اون نظریه‌های قبلی بعد دوباره کار شده. این روندا رو اصلا پیدا کردن این روندا و نتیجه گیری‌هایی که میشه اصلا یه علم بسیار پیچیده و کار سختیه. کسی که استعداد این کارو نداره نمیتونه بیاد بگه این اتفاق افتاد اون اتفاق افتاد پس این دو تا چیز با هم ربط داره. به این سادگی نیست اصلا. این من خوشم میاد. آریا چقدر هرس میخوره من هر موقع حرف میزنم. آریا هرس تو بخور تو لایو چت. من لذت میبرم از اینکه تو هرس بخوره. هر موقع حرف میزنم یار میرفته. من حرف نباید جواب نباید بدم دیگه. هر کی حرفی میخواد بزنه من نباید جواب بدم. آریا الان صدا میاد عزیزم؟ بله بله صداتون هست. خیلی ممنون که توضیح دادید. من با 75 سال سن عرضم به حضورتون که امکان اشتباه میدم در صحبتامون. ایشون که الان صحبت کردم من اسمشون رو نمیدونم، سام یا چی، من اسم یادم نمیمونه متاسفانه. شما هم احتمال اشتباه در برداشتاتون رو بدید و اونهایی که نظریه دادن نظریه پرداز نبودن از اول، که اینکه حتما مدرک دانشگاهی داشته باشه فلان داشته باشه. منم دارم، فوق لیسانس دارم، دکترا قبول شدم، رام ندادن رد هم کردن، همه اینا هست. حالا نمیخوام مدرک رد کنم، ولی این نیستش که حتما باید به نظریه پردازان ما اکتفا کنیم. خیلی از نظریه پردازان هم همین چیزی که من گفتم و گفتن و من بر اساس گفته اونا گفتم. من احتمال اشتباه خودم رو میدم، شما هم احتمال اشتباه خودتون رو بدید. ممنون و متشکرم که گوش دادید صحبتام. من اینو قبول دارم کورش. من اصلا به این دلیل گفتم که من به خودم اعتماد نمی‌کنم. یعنی من وقتی مثلا بعضی موقع یه چیزی تاریخ می‌خونم، اینم خوب نیست که مثلا... به خودت اعتماد نکنی. باید اعتماد کنی. نه من وقتی که یک چیزی رو اعتماد به نفس دادم. من اعتماد به نفس بسیار زیاد دارم تو چیزایی که میدونم استعدادشو دارم. خب ولی بعضی موقع بهتره که اعتماد به نفس نداشته باشیم. من وقتی میدونم که مطالعه توی یه چیز به اندازه کافی ندارم، مثلا وقتی دارم تاریخ مطالعه میکنم، بعضی موقع میبینم که این اتفاق 4 بار افتاده. بعد اگه بعضی موقع خودم یه ذره انگیزه دارم که بگم که من یه روندی اینجا پیدا کردم، بعد یادم میاد که بابا تو نمیتونی حالا 4 بار یه چیزی تاریخ دیدی میبینی تکرار شده، الان خودت میای بدون که مثلا من مدرکی داشته باشم، تحقیقاتی کرده باشم، مثلا آرتیکلی توی جای دانشگاه معتبری پابلش کرده باشم، بیام به خودم بگم که من یه روند تو تاریخ پیدا کردم. من انقدر به خودم اعتماد به نفس ندارم. من میرم اگرم این نظریه رو داشته باشم که شاید مثلا یه روند باشه، تو ته ذهنم میذارم، بعد اگر رفتم مطالعه کردم که یه تحلیلگر درست حسابی اینو تایید بکنه، بعد میگم ای چه جالب، پس من درست فکر کردم اون موقع. ولی اون موقع چون تو گفتی که ببین خودت الان گفتی که باید بپذیرین که ممکن اشتباه میکنین. اتفاقا منم دارم همینو میگم. من دارم میگم که من نمیام خودم انقدر اعتماد داشته باشم که یه همچین نظریه بدم. کسایی که استعدادشو دارن، کسایی که روی این کارشون رسن اینه، من سعی میکنم ببینم اونا چی دارن میگن. اونا رو حرف اونا رو 100% قبول نمیکنم، اما من اگه تحلیل یک نفر رو میبینم که مثلا توی دانشگاه معتبر یه چیزی رو پابلش کرده، احتمال درست بودنش یه مقدارم میبرم بالا. بعد اگه سه نفر دیگرم تو همون رشته ببینم که اونا هم دارم همینو میگن، بعد احتمالش بیشتر میبرم بالا. هیچ وقتم به 100% نمیرم. حتی کسایی که کارشون اینه، من اونا رو هم به طور 100% هیچ وقت قبول نمیکنم. متوجه هستی؟ ممنون متشکرم. با پوزش منو میتونید ببرید پایین که خارج بشم. تو چت یه مقدار توضیحات من مینویسم خدمت. باشه باشه. قربون شما برم. خیلی روشنگریاتون مفید و خوبه. ممنون. ممنون از حضورتون.
فعلا خداحافظ. خب.